خب دوستان سلام، ما در شرف سال جدید هستیم. امیدوارم که این تعطیلات عید رو خوب بگذرونید، با انرژی و با دیدن فیلم های خوب و کتاب های خوب. قرار بود که جواب سوالایی که پرسیدین رو بدم. یه سری سوال راجب کتاب هست و یکی دو سوال راجب فیلم. یه سوال هم اگر اشتباه نکنم راجب تراژدی. خب راجب تراژدی، اینکه آیا تراژدی فقط با مرگ کاتارسیس تولید میکنه یا سیر تجربه ما از یک اثر تراژیک، چه تراژیک کلاسیک مثل آشیل، آنتیگونه و کارهای ایسوخولوس، یا تراژدی مدرن هملت و مکبث. تراژدی به این دلیل کاتارسیس تولید میکنه و کمدی نمیتونه، علل قاعده اینه که ما هم تجربه میشیم با قهرمانان تراژیکی که سرنوشتشون سوگ و مرگ. این سیر تجربه ما این نیست که فقط مرگ آخر منجر به کاتارسیس میشه. سیر تجربه ما از یک اثر کلاسیک تراژیک سیر کاتارسیس، سیری که به پالایش ما میانجامه و بعد از یک اثر عالی تراژیک مثل آنتیگونه حالمون بهتر میشه. این حال بهتر شدنه از یه اثر تند تراژیک پر از مصیبت و بعد مرگ چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق در قصه نیست، یعنی اینکه شما قصه رو بشنوی و دچار یه همچین والایشی بشی، پالایشی بشی. این خود کاراکتران که ساختن کاراکترها توی یه اثر بزرگ ما رو امکان تجربه‌ای که اون کاراکترها در محیطشون و در زمانی که خدایان زنده‌اند و نسبتشون با خدایان و طبیعت و جهان ما رو هم سرنوشت میکنه، هم تجربه میکنه. این سیر تهش اگر به مرگ بیانجامه که معمولا این دوره، اون وقت این مرگ به جایی که ما رو غمگین کنه، افسرده کنه، در خود کنه، به خاطر اثر هنری، اثر خوب هنری که تراژدی از بهترین آثار هنریه، به خصوص در بحث ادبیات، این سیره که ما رو دچار پالایش میکنه. خب این فقط با آثار کلاسیک این پالایش اتفاق نمیفته، آثار کلاسیک ادبی، با فیلم هم میتونه این اتفاق بیفته. با فیلم، با میدیوم های دیگه مثل نقاشی این سر تهی میشه، یا با سوگنامه هایی که در موسیقی هست، با تریستان و ایزولد واگنر، اونجا هم همین سیر برای ما رخ میده و ما پس از مواجهه با یک اثر عمیق جدی هنری بعد از پایانش آدم های بهتر، قویتر، ظریفتر و با نسبت بهتری با طبیعت و جهان میشیم. این سیر اون چیزیه که ارسطو کاتارسیس مینامه. قطعا در هر اثر هنری که بیسش تراژدی باشه، حالا نه الزاما تراژدی های کهن، تراژدی، حتما
عنصر کمدی حاضره، چون غیر ممکنه حتی در یک زندگی واقعی تراژیک المان‌های کمدی حضور نداشته باشه. و کمدی در اثر تراژیک به شدت وجه تراژیک رو عمیق‌تر میکنه. یعنی اگر این تضاده وجود نداشته باشه اثر یک نواخت و کم اثر میشه. اصلا سنس آف هیومر کمدی لازمه تعلیقه در دل یه اثر جدی، با سنس آف هیومر و کمدی تعلیق ایجاد میشه. لحظه رو شما دست میندازی، لحظه خیلی جدی رو، این حتی تو هملت دیده میشه، تو آثار قدیم ترم هست. نه فقط گیلگمش رو میشناسم که سراسر تراژدیه و درخشانه. سوگواری که گیلگمش میکنه برای انکیدو در نزد ما مینشینه و تبدیل به یک سوگ واقعی میشه. خود این سوگ، خود این مویه، خود این همسرنامه شدن قطعاً کاتارسیس با خودش داره، به شرطی که سوگ سوگ باشه و کاراکترها کاملاً برای ما آشنا شده باشن. یعنی ما اون کاراکترها رو بشناسیم، باشون هم سرنوشت بشیم و در سویشون سهیم بشیم. استاد، رئالیسم متافیزیک چی بود؟ ما تو کل تاریخ تفکر از یونان تا پست مدرن همچین اصطلاحی نداریم. خب باشه، بعضی از اصطلاحی که من به کار میبرم شو ممکنه تو تاریخ نداشته باشیم و دلیل نمیشه که حالا نیاد اگر منطق قوی پشتش نباشه. من سر بحث رئالیسم متافیزیکی در کلاس مفصل توضیح دادم. معمولا درکی که ما از رئالیسم داریم اینه که بیرون از ما جامعه، واقعیت، واقعیت‌های زمخت، از اون بیرونه که این رئالیسم ساخته میشه. یعنی حرکت از بیرون به درونه. رئالیسمی که به نظر من رئالیسم روح و رئالیسم متافیزیکه و روح هم جز متافیزیک، این از کاراکتر به بیرونه. این کاراکتره که با بیرون نسبت برقرار میکنه، نه برعکس. مارکسیستا و انواعشون از مبتذل‌ترینش تا جدی‌ترینش مسئله بیرون رو دارن، جامعه، واقعیت بیرون. داستایوفسکی یه رئالیسمی داره که به قول خودش متعالیه و مسئلش آدمش در رابطه با جهانه. آدمشه که در پترزبورگ قدم میزنه، تمام ایدهاش میاد، چیزایی که میبینه از فیلتر اون رد میشه و داستایوفسکی داره روح اون رو در هر لحظه میکاوه. و این دلایل به نظر من رئالیسم متافیزیکی داریم. بهترین نمونش هم در تاریخ ادبیات داستایوفسکی. چند تا سوال راجع به ترجمه شده، به خصوص ترجمه جنایت و مکافات، که من قبلا نظرم این بود که ترجمه بین ترجمه های موجود ترجمه مهری آهی از همه بهتر، غیر از اینکه از روسی ترجمه کرد. الان در چند ماه اخیر مواجه شدم با مشورت دوستان که گفتن ترجمه اسخر رستگار رو خوندن. به دقت این ترجمه رو با بقیه مقایسه کردم، خیلی داستایوفسکی تر این ترجمه، با اینکه از انگلیسی ترجمه شده، و خیلی پشتوانه مترجم، مترجم عزیز که تازگی فوت کرد و خدایش بیامرزه، بی نظیر ترجمه. یعنی احساس میکنم اگر من روسی بلد بودم، فقط روسی بلد بودم و این زبون اصلی بود، این کاملا به من جواب میداد. روسی بلد بودم، فارسی زبان دومم بود،
ببینید مسئله ترجمه امانتداری نیست صرفاً که شما لغت‌های نویسنده رو ترجمه کنی کاملاً امانت رو حفظ کنی. امانت یعنی چی؟ شما باید روح جمله رو درک کنی، شما از تکنیک باید رد شی. اون ترجمه ترجمه‌های تکنیکیه، حس و حال کلی ممکنه داشته باشه، اما حس و حال نویسنده ممکنه حتی در چندین ترجمه روسی در نیاد، با اینکه مترجمن. من میشناسم دوستانی که از روسی جنایت و مکافات ترجمه کردن، غیر از مهریاهی ترجمه ها بده، لحن داستایوفسکی نیست، تکنیکاله. ترجمه فرمیک این چیزیه که عرض کردم، یعنی شما نویسنده رو و کتابش رو و لحنش رو به من منتقل کنی و از طریق فرم این انتقال پیش میاد. جاهایی میتونی با مثالهای فارسی این رو به من منتقل کنی، مثالهای فارسی که الزاماً در زبان روسی همین نیست، اما در زبان من که دارم ترجمه رو میخونم کاملا جا داره. اصغر رستگار عزیز چنین کاری کرده و کارش به نظر من فوق العاده است. فعلا تا امروز این ترجمه بی‌نظیره. بعید هم میدونم کسی رو دستش بره. یکی از ویژگی های اصغر رستگار که تونسته به همچین ترجمه ای برسه، دانش به شدت جدی و تحقیق شده است که حاصل شده عهد عتیق. چندین جلد کتاب عهد عتیق ترجمه کرده و مسئلهش بوده. داستایوفسکی بدون این پشتوانه نمیشد جنایت و مکافات. به بچه‌هایی که علاقمند شدن یا علاقمند بودن به داستایوفسکی و این کلاس های من رو هم پیگیری کردن، چه حضوری چه آنلاین، پیشنهاد دارم تو عید که فرصت خوبی دارن، دو جلدی برادران کارامازوف رو به ترجمه اصغر رستگار عزیز بخونن. و کتاب بعد از جنایت به نظر من مهمترین و بهترین اثر داستایوفسکیه. فقط کافیه که تکه مفتش اعظمش رو ببینید، ما متوجه شید با چه اثر بزرگی مواجهید. خیلی از کسانی که علاقمند به فلسفه هستند و منتها این علاقهشون صد نمی کنه هنر و ادبیات رو، بلکه یکی از کارهاییه که یکی از میدیوم هاشونه، بدونن که بعد از جنایت مکافات که اثر بی نظیریه، برادران کارامازوف عالیه. بخونید.